Bismillahirrahmanirrahim. Selam ve dürüd be Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ba'daz teşahhud. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني بار إله بر محمد و آل محمد درود بفرست. همچنانه كي بر إبراهيم و آل إبراهيم درود فرستادي. همانا تو ستوده و با عظمت هستي. بار إله بر محمد و آل محمد برکت نازل فرما. همچنانه كي بر ابراهیم و آل ابراهیم برکت نازل کردی. همانا تو ستوده و با عظمت هستی. فایده های حدیث. فایده اول، فضیلت درود فرستادن به رسول الله صلی الله علیه و سلم. فایده دوم، یکی از اهداف درود فرستادن کسب تقرب و نزدیک شدن به الله سبحانه و تعالی با پیروی از دستورات و پرهیز از نهی شده ها است. فایده سوم، انتخاب درود ابراهیمی در نماز و بیرون از نماز مستحب است و گفتن درودهای دیگر نیز بیرون از نماز کفایت میکند. فایده چهارم، مشروع بودن بسیار درود فرستادن در همه وقتها و خاصتاً در روزهای جمعه که و خاصتاً در روزهای جمعه که در احادیث صحیح در این روز سلام و درود به پیامبر صلی الله علیه و سلم رسانیده می شود. دیگر درود و سلام به پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین است: اللهم صل علی محمد و علی ازواجه و ذریته کما صلیت علی آل ابراهیم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني بار إله بر محمد و همسران و فرزندانش درود فرست، همچنانه که بر ابراهیم درود فرستادی و فرزندانش برکت نازل کردان، همچنانه که بر آل ابراهیم برکت نازل فرمودی. البته تو ستوده و با عظمت هستی. فایده های حدیث. فایده اول، درود در نماز کلمات گوناگون و مختلف دارد. فایده دوم، جایز بودن درود گفتن بر غیر پیامبر صلی الله علیه و سلم که به معنای دعا و طلب آمرزش برای آنان می شود. فایده سوم، ثابت نشدن کلمه سیدینا در هیچ یک از سندهای صحیح. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.